شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی شد. دوستان عزیز سلام، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از دیدن ویدیو روی کلمه سابسکرایب و همچنین زنگوله کناریش کلیک کنید و بعد از دیدن ویدیو لایک و کامنت رو لطفاً فراموش نکنید. برندگان جایزه گرمی 2023 در حوزه موسیقی در حالی معرفی شدند که نام یک ایرانی برای بار دیگر در میان برگزیدگان جایزه اعلام شد. 65مین دوره جوایز گرمی برندگان سال 2023 خود را برای محصولات سال میلادی گذشته طی مراسمی که در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار شد معرفی کرد. بر این اساس هری استایلز برای خانه هری به عنوان برنده جایزه آلبوم سال در جوایز گرمی 2023 اعلام شد. همچنین سامار جوی برنده گرمی برای بهترین هنرمند جدید در مراسم گرمی 2023 شد. در ادامه شروین حاجی پور از ایران با آهنگ برای به عنوان برنده جایزه جدید بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی معرفی شد. در سالهای گذشته کیهان کلهر و حمید سعیدی به عنوان عضوهای گروههای برنده جایزه گرمی نام ایران را در تاریخچه جایزه های گرمی ثبت کرده بودند. محمد رضا شجریان و حسین علیزاده نیز با آثاری سابقه نامزدی در جایزه های گرمی را داشتند. جایزه گرمی که در اصل جایزه گرامافون نامیده میشه، یک جایزه موسیقیه که توسط آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط برای شناسایی دستاوردهای صنعت موسیقی ارائه میشه. نشان جایزه یک گرامافون طلاکاری شده رو به تصویر میکشه. مراسم سالانه اهدای جوایز با اجرای هنرمندان برجسته و اهدای جوایزی که محبوبیت بیشتری دارن همراهه. همسر رئیس جمهور آمریکا جو بایدن با حضور در جوایز گرمی این جایزه را به آهنگ برای شروین حاجی پور اهدا کرد. نامزدهای این جایزه بر اساس رأی مردمی انتخاب می‌شدند و به گفته بیلبورد بین 95,000 تا 115,000 درخواست برای آهنگ شروین در وبسایت گرمی ثبت شده بود. پیش از این سایت بیلبورد هم ترانه برای را در میان 100 آهنگ برتر سال 2022 در رتبه 50 قرار داده بود. همچنین حمید سعیدی آهنگساز ایرانی برای دومین بار برنده جایزه گرمی در بخش موسیقی نوین شد. شروین حاجی پور متولد 10 فروردین 1376 در مازندرانه. فارغ التحصیل لیسانس رشته اقتصاد دانشگاه مازندران می باشد که از دبیرستان وارد عرصه موسیقی شد و با برنامه عصر جدید به اوج شهرت رسید. شروین با نام خانوادگی حاجی آقا پور که حالا خلاصه با فامیلی حاجی پور شناخته می شود در بابلسر مازندران به دنیا آمد و تنها یک خواهر به نام کمن دارد. سال 1384 وقتی 8 ساله بود وارد کلاس موسیقی ویالون شد و بعد از گذراندن دوره‌های مختلف موسیقی تصمیم گرفت آینده کاری خود را با هنر موسیقی شکل دهد. میگوید علاقه‌اش به موسیقی بعد از دیدن یک کنسرت موسیقی محلی در شهر بابل در وجودش شکل گرفت و بعد ویالون به سمت یادگیری خودآموز گیتار و پیانو رفت. قبل از ورود به دانشگاه شروع به آهنگسازی حرفه‌ای کرد و بعد از ورود به دانشگاه به عنوان آهنگساز ساخت موسیقی‌های تئاتری را بر عهده گرفت. در کنار آهنگسازی به عنوان تنظیم کننده و ترانه‌سرا هم کار می‌کرد تا اینکه تصمیم گرفت وارد عرصه خوانندگی هم بشه که بسیار مورد تشویق هم قرار گرفت. شروین حاجی پور سال 1398 وقتی 22 ساله و دانشجو بود در برنامه استعدادیابی عصر جدید به تهیه کنندگی و اجرای احسان علی خانی شرکت کرد. اجرای متفاوت و غالب صدای او بسیار مورد توجه قرار گرفت، اما با این حال در مرحله قبل نیمه نهایی با آرای مردمی از صعود باز ماند. بعد از مرگ مهسا امینی اعتراضات گسترده شورور شد که در این بین شروین حاجی پور آهنگ برای رو خواند که برگرفته از توییت های مردمی بود.
این موزیک ویدیو در فضای مجازی چنان مورد استقبال قرار گرفت که فقط در 3 روز بیش از 50 میلیون ویو پیدا کرد و همچنان در حال بازنشره. 7 مهر ماه 1401 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شروین حاجی پور به جهت تحریک عواطف و دامن زدن به آشوب‌ها دستگیر شده. با این حال 2 روز بعد از اون خبر داده شد که این خواننده بازداشت نشده و صرفاً طی احضاری به او بابت تشویق به اغتشاش تذکر داده شده. اما کمند حاجی پور خواهر شروین روز 9 مهر 1401 اطلاع داد برادرش بعد از احضار پلیس فتا بازداشت و به اداره اطلاعات ساری منتقل شده. در نهایت شروین با سپردن وثیقه توانست روز 12 مهر 1401 به آغوش خانواده خود بازگردد. اما آهنگ برای وی به یکی از پربازدیدترین آهنگ‌های دنیا تبدیل شد. مجید کاوه وکیل این خواننده اعلام کرده شروین حاجی آقا پور با دستور قضایی به مدت 6 ماه از کشور ممنوع الخروج شده و 2 اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب و تشویق افراد به اعمال خشونت آمیز تفهیم شده. حامد صفایی کارگردان هنری برنامه عصر جدید بعد از خبر بازداشت شروین نوشت یادم هست صدا و سیما نگران بود که شروین در آینده دردسر ساز خواهد شد. او میگوید دنبال یک هنرمند خاصی نیستم و همه چیز گوش میکنم، اما تو ایران کسانی که دوست دارم و قبولشون دارم محسن چاوشی، کیان پورتراب و تو آهنگسازی علیرضا ریاضی و کار سیروان و زانیار خسروی رو هم دوست دارم. شروین حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد می باشد، اما می گوید در ترم اول دانشگاه یک رابطه عاشقانه متفاوتی را تجربه کرده. شروین حاجی پور می گوید حساسیت فکری زیادی رو شخص مورد علاقه اش داشته. در نهایت این رابطه به خاطر شیطنت هایی که شروین داشت به دعوا و جدایی ختم شد که آهنگ شاید بهش برگرفته از این رابطه است. دوستان عزیز ممنون که تا به اینجا با ما و کانال نیوز تیوی همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو راجع به این ویدیو و راجع به این موضوع و همچنین اگر ویدیوهایی نده نظرتون هست رو که دوست دارید ما براتون اون رو بسازیم توی قسمت کامنت به صورت فینگلیش بنویسید و لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش هم کلیک کنید و بعد از اون روی آل هم کلیک کنید و لایک و کامنت رو لطفاً فراموش نکنید و در آخر لینک این ویدیو و مجموعه کانال ما رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا و انگلیس و استرالیا و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. منتظر ویدیوهای جدید ما از کانال نیوز تیوی باشید.